با فراخبر با من یماس یواش خوش آمدید در این برنامه. توپ اختلافات در میدان کمیسیون اصلاحات. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی چه خواهد کرد؟ آغاز به کار کردن، امروز هم جلساتشون ادامه داره و انشالله که کار خود با جدیت و با صداقت و با هدفمندی پیش میبرن و در نتیجه یک مسئله که مبهم مانده بود ماها و مردم سوالات زیادی در موردش داشتن، کار عملی در این راستا آغاز میشه. مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالیزی بازیگر سینما میشه. به نام خدا، وقت شما بخیر. با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ظاهرا توپ تنش های انتخاباتی به میدان این کمیسیون افتاده است، اگرچه هنوز روشن نیست که این کمیسیون چه خواهد کرد و به همه اختلاف نظرها چه راه حلی خواهد یافت. اما تا اینجای کار هر دو طرف در درون حکومت ظاهرا از ترکیب این کمیسیون راضی به نظر می رسند. نه ماه کشمکش بر سر این کمیسیون نشان داد که هنوز راه درازی برای اصلاحات انتخاباتی در پیش است. کمیسیونی که موافقان آن را تنها راه نجات از بحران و مخالفان آن را خلاف قانون می‌خوانند، چه کار خواهد کرد؟ صبرینا ثاقب عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و شکریه بارکزی عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید. خانم ثاقب، مهمترین کار این کمیسیون در حال حاضر چه است؟ کار روی طرح کوتاه مدت برای انتخابات پارلمانی، اگر بسیار کوتاه جواب داده باشم. خب این طرح کوتاه مدت چی چیزهایی را در بر میگیره؟ بررسی قانون انتخابات، لوایح، طرز العمل‌ها و مقررات انتخاباتی و بخش دیگر بررسی قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمع شکایات و در کنار ای دو برنامه و دو آسیب شناسی، جمع‌آوری نظرات اهل خبره و صاحب نظران، نهادهای ناظر انتخاباتی، نهادهای بین المللی، احزاب سیاسی، نهادهای زنان، علمای افغانستان، اقشار مردم افغانستان که در این عرصه کار کردن و نظراتی دارن، کمیسیون نظرات از اونها هم جمع‌آوری خواهد کرد و در نهایت پیشنهاداتی را برای اصلاح در قوانین انتخاباتی در دوره کوتاه مدت برای انتخابات پارلمانی برای رئیس جمهور افغانستان پیشکش خواهد کرد. تا هنوز چند جلسه برگزار کرده این کمیسیون؟ روز چهارم بود امروز. روز چهارم. آیا سبک و سنگین کرده که چقدر زمان میبره این چیزهایی را که میگین لااقل طرح کوتاه مدت کمیسیون؟ البته اگر فرمان قبلی مدار اعتبار می بود و ما کار از او وقت شروع می کردیم، وقت کافی داشتیم. چهار ماه گذشته و یکی دو ماه پیش روی برای از اینکه ما کار خیلی بنیادی و عمیق انجام بدیم بدون هیچ گونه عجله‌ای و با دقت کافی. اما با وجودی که در فرمان جدید زمان 3 ماه پیش بینی شده، ما نمی خواهیم که زمان را، دقت را قربانی زمان بکنیم یا قربانی سرعت بکنیم. کوشش اعضای کمیسیون است که ما از وقت خود بیشتر برای کمیسیون بگذاریم و از اوقات غیر رسمی هم استفاده کنیم تا وقت فوت شده را جبران بکنیم برای کمیسیون و بتانیم که در مدت زمان کمتر از 2 ماه که فرمان برای ما وقت داده، طرح کوتاه مدت خود را پیشنهاد بکنیم. خانم بارکزی، فکر میکنین این کمیسیون برای اصلاحات انتخاباتی واقعا چه کاری خواهد کرد؟ تشکر. اولا خوشبخت هستم که بالاخره کمیسیون تانست کار خود آغاز کنه، حال صرف نظر از اینکه قواره و فکر کی خوشی کی می آمد یا نمی آمد. و تشکر میکنم از جناب رئیس جمهور که پیشنهاد ما را پذیرفتن، حداقل در مورد موقف بسیار دشواری که ما در فرمان اول داشتم و نخواستم ما این اختلافات باشم. به هر حال کار نگذاشتن خانم بارکزی یا خود شما کنار رفتین؟ ظاهرا آقای عبدالله گفت که شما را نمیپذیرند رئیسی کمیسیون. با کمال تاسف در فرهنگ سیاسی افغانستان و عملا نشان میتن، اونهایی که ضعیف هستن همیشه از کسایی که قوی هستن حراس دارن. قوت در جامعه افغانی به عنوان قوی ترین دشمن شما محاسبه میشه، به دلیلی که تعهد بر اصلاحات نباید سیاسی و سلیقوی باشه. وقتی ما انتخابات از یک پروسه سلیقوی بیرون میسازیم، به یک پروسه ملی، به یک برنامه ملی اجتماعی به عنوان حق شهروندی ایره میخواییم تطبیق کنیم، معلومدار بعضی گروه ها نفعی نمیبرند. بناهن بسیار شاید برشان خوشایند نباشه اصلاحات را که در او زمان در نظر میگرفتیم. اما ما باور دارم به اعضای محترم کمیسیون، تبریکی برشان میتونم، موفقیت برشان میخواییم از بارگاه خداوند پاک که اینا بتانن صرف نظر از دیدگاه های سیاسی و اختلافات سیاسی طرح جامعه را اینا
و دولت افغانستان و مردم افغانستان ارائه بتن که بدون شک میتن که در اوتر هیچ کس فکر نکنه که چیزی برش گارانتی شده. حال ما میخوایم به چند نکته اساسی اشاره کنم. در قدم اول مطابق به فرمان رئیس جمهور کمیسیون باید قبل از اینکه دوباره پارلمان تعطیلاتش به پایان برسه، یعنی قبل از 5 هفته، اینا باید تعدیل یا تغییری را که در قانون انتخابات لازم هست وارد شود که منشای اصلی معرفی سیستم انتخابات، چگونگی کمیسیون های انتخاباتی، شکل و شیوه برگزاری، تقسیم سیت ها از اونجا کار خود شروع کنند. و این شروع و آغاز کار یک موضوع دشوار است، بدل از اینکه خود متن قانون دوباره تعدیل میشه به یک فرمان تقنینی که انتخابات پارلمانی که من فکر میکنم تأخیر بیشتر داری معلومدار زیان میرسانه و نظام سازی و روند دموکراسی در افغانستان ای باید ارائه شود. در قدم اول معلومدار بحث برانگیزترین همین است، بدل از اینکه سیت های زنا باید حفظ شود، برای شهروندا حق مساوی رای واجد شرایط در نظر گرفته شود، تا حد امکان و تا جایی که قانون اجازه میده مکانیزم هایی در نظر گرفته شود تا دیگه انتخابات مملو پر از تقلب و سر و صدا نباشد. بله. و در کنار از این ولی با این ترکیب که ظاهرا از همون دو دسته انتخاباتی دیروز شکل گرفته میشه یک اصلاحات جامعی را اینا میتونن اصلاحات جامعی را پیاده کنن و چگونه؟ اینا میتونن بخاطر کار تکنیکی شما نمیتونین سلیق قوی بگوین که اینی نفر میایه اینی نفر نمیایه، ولی ظاهرا این کمیسیون یک کمیسیون تکنیکی نیست، بیشتر یک کمیسیون سیاسی است. من فکر میکنم هنوز هم افراد و چهره هایی هستن که آشنایی با قانون گذاری دارن، آشنایی با متن قوانین دارن، آشنایی با روند انتخابات دارن، میتونن نظریاتی را که اینا یک ماه وقت دادن که مردم بیاره برشان ارائه بده، سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی هم کارشان باشه، یعنی بالکل یک دروازه باز است برای پذیرفتن هر نظر. اما مهم چی است؟ مهم اونایی که در نهایتش چون اینا یک چیز ترتیب میکنن میتونن برای رئیس اجرایه، بعد رئیس اجرایه ای را میبره پیشکش میکنه برای رئیس جمهور. مهم بر خود ما اونو متن هست که رئیس جمهور به عنوان فرمان تقنینی بر انتخابات پارلمانی و مردم افغانستان پیشکش میکنه. یک دوم، یعنی کار اساسی روی میز این کمیسیون نیست، روی میز سیاستمداران است. اجازه بدین، کار اساسی روی میز کمیسیون هست، اما بعد از این ما امیدوار هستم کار کمیسیون قربانی اختلاف دیدگاه نشه، نه در جریانش و نه هم در تکمیلش. به خاطر او وقت اگر برخورد اصلی قوی میشه، او وقت اگر برخوردها شخصی میباشه، او وقت اگر برخوردها به نفع کی و به ضرر کی میباشه، تمام مردم افغانستان تاوان میکنه. این رو باید داشته باشن. دوم، ما باید نگذاریم که دیگه انتخابات یک پروسه منبع مالی باشه بر مردم، بر رای دهنده و رای گیرنده و بر دولت. متدها و مکانیزم های بسیار زیاد وجود داره. حتی در بسیاری کشورها کسایی که واجد شرایط رای هستند کارت رای دهی دارن، اگر نمیرند بر روز رای دهی و رای نمیتن اونا جریمه میشن. حتی در استرالیا، حتی در ترکیه شما واجد رای هستید، شما اونجا باید یک مکانیزم قانونی داشته باشین، لااقل شناسنامه های الکترونیک داشته باشین تا شهروندان را اجازه بدین بشناسن. در تایوان هم عین قصه است، اما اونا شناسنامه الکترونیک ندارن. ما باید اسناد را تهیه بتیم یا حداقل شما میبینید خب با این اسناد دست داشته که این کار خیلی دشوار است و ناممکن. حتی هرگاه تعهد سیاسی وجود داشته باشه، انتخابات بعدی احتمالاً شاید برای پارلمان یا برای ولسی جرگه احتمالاً شاید مایه چون این تعهدی وجود داره شود. خانم بارزای بله خانم ساقه بدل از اینکه چرا وجود نداره، اجازه بدین دلیلشان بگیم. یک، نخیر کافی نیست. بدل از اینکه هر قدر آب آلوده باشه برشان، ماهی گرفتن بر اونایی که واقعا نفوذ ندارن و مردم امرشان نیست ساده است. حالا برای اجرایی شدن تصامیم کمیسیون شما آیا ضمانتی وجود داره؟ خب آن چیزی که به ما مربوط میشه است که ما شفاهن در ملاقات هایی که داشتیم با هر دو رهبر حکومت وحدت ملی و پیام هایی که دریافت کردیم از ای دو آدرس، پشتیبانی تمام از فعالیت های کمیسیون
و در وقتش از پیشنهادات کمیسیون مطرح کردن. البته این به محتوای پیشنهادات ما هم بر میگرده که ما چی پیشنهاداتی را ارائه میکنیم و قطعا باور ما است که ما چونی پیشنهادات با مشوره با اعضای پارلمان افغانستان، با نهادهای جامعه مدنی، با نهادهای انتخاباتی، نهادهای بین المللی پیشتر خدمتتان گفتم، احزاب سیاسی و سایر اقشار میگیریم، از یک حمایت وسیع مردمی برخوردار خواهد بود که انشاءالله در وقتش نه تنها کمیسیون باید به دنبال عملی شدن پیشنهادات بره که او وظیفه ما نیست، بلکه دیگه مردم افغانستان و نهادها و همگی خواهد بودن که به پی منافع ملی خواهان عملی شدن پیشنهادات باشن. و در کنار از او ما از مکانیزم های کار میگیریم که وقتاً فوقتاً مسائلی را که باید به سمع و نظر مردم افغانستان برسانیم و او را از طریق مطبوعات انجام خواهد دهیم، یعنی آگاهی رسانی از طرف کمیسیون و آگاه نگه داشتن شهروندا یک امر دیگه است. موضوع سوم حمایت بین المللی است از این پیشنهادات و شروطی که جامعه جهانی داره. باور ما است که تا حال ما شک و تردیدی را در اراده رهبران حکومت وحدت ملی در حمایت از کارکرد کمیسیون ندیدیم، ولی اجازه بدیم که کمیسیون کار خود را پیش ببره و پیشنهادات منطقی قابل اجرا در زمان کوتاه و بعدا در میان مدت و دراز مدت را ارائه بکنه. امید همه ما است که ما راهکارهایی را برای اصلاح نظام انتخاباتی پیدا بکنیم و حرف آخرم است که اگر این اراده موجود نمی بود، این فرمان امروز صادر نمی شد، این کمیسیون تشکیل نمی شد، هرچند با تاخیر شروع شد، اما نفس ایجاد این کمیسیون قدم بزرگی است که رهبران حکومت وحدت ملی برداشتن و من فکر می کنم همگی از این استقبال می کنن به شمول مردم افغانستان. ولی خانم بارگزار شنیدین میگه تعهد سیاسی هنوز وجود نداره. شما برای برگزاری انتخابات پرسیدین، من نمیتونم در قسمت نظر بدم. برای اصلاحات هم بله. برای اصلاحات هم تعهد سیاسی به چی معنا؟ اما اولین قدم ایجاد کمیسیون است. خب این کمیسیون هم اگر از همینجا شروع بکنیم بیش از 9 ماه وقت گرفت لااقل تشکیلش. او کار ما نیست. من نمیتونم به او سوالتان پاسخ بدم. چیزی که به من مربوط میشه است که فعلا یک قدم برداشته شد، فرمان صادر شد، کمیسیون ایجاد شد. 3 ماه وقت داره. اجازه بدیم پیش داوری نکنیم. 3 ماه وقت بدیم بعد از 3 ماه ببینیم که اراده و کجا میرسه. اگر یکی از سران حکومت در پایان کار بیاید و تصمیم شما را بگوید که پذیرفتنی نیست، کمیسیون شما چه خواهد؟ ما همزمان با این که طرح ما را به خدمت رئیس اجرایی و رئیس جمهور افغانستان میفرستیم، از طریق مطبوعات به سمع نظر مردم هم میرسانیم. ما مسئولیت خود را انجام میدیم. ضمانت اجرایی در کجاست؟ خب به سمع مردم رساندن که کار نم بس پیش نمیبره. حمایت مردم ما خدمتتان عرض کردم که مکانیزم. ولی مردم در افغانستان چه میتونن؟ واقعا بحران انتخابات را شما پشت سر گذاشتین، نقش مردم چی بود؟ احزاب سیاسی، اعضای پارلمان افغانستان، نهادهای انتخاباتی، ناظر ملی و بین المللی، نهادهای اینا که هیچ کار در انتخابات گذشته نتونستن، اما به عنوان تماشاگر و تا گاهی به عنوان بازیگران نرسه ها کار کردن. خب ما هم جزو همون مردم افغانستان هستیم. حرفی است که ما یک مسئولیتی بر ما سپرده شده، تا 3 ماه وقت خودم اختصاص میتیم برای این کار. اگر بعد از این پیشنهادات ما ارائه میشه، مهم است که ما مردم آگاه نگه داریم که ما چه کردیم. ما مسئولیت کار خود داریم و رهبران حکومت وحدت ملی پاسخگوی عملکرد خودشان خواهند بود. خانم بارگزای، تعهد سیاسی هم وجود داره و کمیسیون هم کار خودش را انجام میده، مردم را سرانجام آگاه ندارم. میسازن. کار کمیسیون معلوم دار کار بی‌طرفانه خواهد بود، به دلیل اینکه طرف نمیتونن واقعا مثلا وقتی شما اصلاح در قانون میارین، او قانون بر همگان است، او قانون تنها بر ایشان نیست، او بر ما هم است، بر شما هم هست، بر دوستایی که فعلا بیننده از این برنامه هستن هم میباشه. مهم تفاوت دیدگاه هست که من از او خاطر فکر میکنم تعهد سیاسی کمتر است. یک گروه به این فکر هستن که فقط با تغییر آوردن افراد در رهبری کمیسیون ها یا در سطح اجرایی کمیسیون های انتخاباتی، چی شکایات است و چی هم برگزاری انتخابات هست، اینا میتونن اصلاح را بیارن. و یک گروه دیگه به این باورمند هستن که نبیاین سیستم اصلاح بسازیم، به دلیل اینکه شما هر قدر افراد خوب بیارین، اما سیستم غلط باشه، پروسیجر مملو است. خانم بارگزار، ظاهرا در انتخابات گذشته مشکل در قانون انتخابات نبود، مشکل در کارگزاران این انتخابات بود که
چنین بحران پیش آمد. پس سر زمینه. اگر شما یک سیستم درست بر انتخابات می داشتین، اونهایی که در رأس تصمیم گیرندی به عنوان اعضای کمیسیون انتخابات نشستن، تغییری را وارد کرده نمی‌توانستند. در حقیقت متاسفانه مداخلات اخیری که در پروسه انتخابات گذشته صورت گرفت، سوال بزرگی را روی در مجموع انتخابات و از هانامی مردم گذاشت. اول فراموش نکنین جلب اعتماد مردم به پروسه انتخابات حتمی است. مردم باور کنه که رأیش حساب میشه، مردم باور کنه که پروسه انتخابات دیگه یک پروسه جنجالی و سیاسی نمیشه، جویای خون جاری نمیشه، مردم تهدید نمیشه. چرا؟ به خاطر از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری در نهایتش دو فرد با دو تیم بود. اما اگه عین قضیه در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی پیش بره، فکر کنین حداقل 1000 کاندید از ولایت کابل می باشه. پس ببینین که در هر کوچه احتمال زد و خورد و زد و بندهای شدید سیاسی قومی سمتی لفظی و برخوردهای خشونتبار ما شاهدش می باشیم. بناهن وقتی که ما گفتم مکانیزم عمل کرد و سیستم درست شوه، ای باید اولویت داشته باشه. بین ما بیشتر فوکس کنیم، وقت بتیم برشان تا اینا کپی کنن مکانیزم هایی را که در کشورهای جهان سوم، در کشورهای پیشرفته از او کار گرفته میشه و در مطابقت با شرایط افغانستان باشه. خانم ساقی، میپذیرین که یک گروه در همین کمیسیون در فکر تغییر اعضای کمیسیون های انتخاباتی است، یک گروه دیگر بیشتر در فکر تغییر قانون؟ اعضای بله. کمیسیون نبوده در سطح رهبری. خب در سطح رهبری که تقسیم کردن این کمیسیون را، اعضای بله؟ کمیسیون شاید دیدگاه متفاوت داشته باشند، اما هدف من تعهد سیاسی که من میگم، این تعهد بله. سیاسی بالاتر از کار حکومت، بالاتر از کار پارلمان، بالاتر از کار قوه قضاییه و کمیسیون های چون این چیز در درون کمیسیون هم است. اعضای کمیسیون به اساس فرمان رئیس جمهور کار خواهند کرد. اونها وظیفه دارن که هم از نگاه حقوقی و قانون گذاری بله. مشکلات و نواقص شناسایی بکنند و هم از نگاه ساختار و تشکیلات. بنابراین ما موظف هستیم که به همه جوانب قضیه بپردازیم. سلیقه بله. عمل نخواهد شد. و یک موردم که من میخوام دوباره اشاره بکنم است که مکانیزم هایی را که کمیسیون در پیش گرفته، تا هرچه بهتر بتونه پایه های پیشنهادات خود را پایه های پیشنهادات مردمی و تقاضا و خواست اجتماع افغانی بسازه، و من مطمئن هستم که رهبران حکومت وحدت ملی در مقابل اراده مردم به اصطلاح نخواد سر تعظیم فرود خواد آوردن، چون این خواست یک نفر، یک گروه و یا یک قشر کوچک از جامعه نیست. درست است که منفعت های سیاسی در او شامل است و گروه های متفاوت ممکن است منفعت ببرند، اما اوطور که خانم بارگزه اشاره کردن، قانون چیزی نیست که به منفعت یک شخص صرفا و در مغایرت با منافع شخص دیگری باشه. قانون مکلفیت ایجاد میکنه برای همه اتباع و امتیازات میده و حقوق همه اتباع را مشخص میکنه. از اون نگاه نگرانی و تشویشی نباید موجود باشه. حالا اجازه بدین که یک نقل قولی از معاون کمیسیون انتخابات داشته باشیم. آقای اوتکی چند پیش گفته که تغییر در کمیسیون های انتخاباتی صلاحیت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیست. ایجاد کمیسیون بالای کمیسیون های ملی که در چوکات قانون ایجاد شدن اصلا مفهوم ندارد. پاسخ شما چی است به ایشان؟ نظر آقای اوتکی است. آقای اوتکی کارگزار انتخابات است و نشسته معاشم میگیره و داره کار میکنه. ایشان توسط رئیس جمهور اسبق به کار گماشته شده بودند، رئیس جمهور فعلی و هر رئیس جمهور دیگری که بیاید. به اساس قانون اساسی افغانستان صلاحیت ایجاد کمیسیون خاصی داره برای هر اموری. ایشان میگن که این خلاف قانون است. خب این نظر ایشان است، من نظر خود دارم. کمیسیون در مورد اعضای برحال کمیسیون انتخابات و شکایت های انتخاباتی چه تصمیمه؟ کمیسیون در مورد افراد اصلا هیچ نه تصمیمی داره و نه نظری داره. ما روی قانون و روی لوایح، روی طرز عملها و روی اصول کار میکنیم و مکانیزم هایی رو در پیش بینی باید بکنیم که در او شخصیت هایی که کفایت و درایت و توانمندی لازم را دارن به کار گماشته شوند. کمیسیون وظیفه بررسی تخطی های افراد گذشته و مدیریت انتخابات گذشته را نداره، به شکلی که افراد. ولی شما تا آسیب شناسی نکنین چگونه میفهمین که واقعا چه اتفاق بله. افتاد و شما دارین چی میکنین؟ ما سیستم را و قانون را آسیب شناسی. مشکل در سیستم است یا در افراد؟ مشکل در مدیریت. بله. و این مدیریت مدیران داره، این مدیران را شما هیچ کاری با ایشان ندارین؟ نه زایره. او مسئولیت ما نیست، قانون است، سارنوالی افغانستان است، محکمه افغانستان است. بله خانم سابق، انتخابات گذشته مشکلش در قانون بود یا در همین افرادی که انتخابات را برگزار کردن؟ در قانون و نحوه مدیریت انتخابات. خب شما تنها قانون را کار میگیرین، با این افراد کار ندارین. من خدمت شما در اول عرض کردم که یک بخش از کار ما بررسی ساختار
تشکیلات و وظایف و صلاحیت های کمیسیون است که او شامل کمیشنرها هم میشه. یعنی ما شرایط را وضع خواهیم کرد که بعد از این کمیشنرهایی که به کار گماشته میشن مطمئن شویم که بهترین ها هستند و اونا در خدمت مردم افغانستان توانایی مدیریت انتخابات سالم را داشته باشند. اما ای که افراد گذشته تخطی کردن جای شک درش نیست، وظیفه بررسی به تخطی های از اونا با عنوان افراد مسئول وظیفه کمیسیون نیست. نهادهای دیگری در افغانستان موجود هستند که باید او را بازخواست بکنن و حالا بحث بازخواستشان نی، بحث این که اینها باشن بر سر کار یا نه، اینا شما تصمیم خواهید گرفت کمیسیون؟ قانون به ما قبل رجعت نمیکنه اما به بعد رجعت میکنه. به صورت اتوماتیک وقتی ما با پیشنهادات خود مکانیزم های نوی را پیش بینی میکنیم، اصول نوی را پیش بینی میکنیم که برای مثال کمیشنرهای کمیسیون انتخابات دارای چه ویژگی هایی باشند، چون یک از موارد است که ما باید روی کار کنیم، یا ساختار کمیسیون انتخابات باید به چه شکل باشه. به صورت اتوماتیک قانون بعد از اینکه تصویب شد یا توسط فرمان تقنینی توشیح شد و به اجرا سپرده شد، روی افراد بعدی تطبیق خواهد شد. بله خانم بارگزای، فکر نمی‌کنین که مشکل اساسی در تصمیم گرفتن در مورد کمیشنران کمیسیون انتخاباتی باشه و همین بخش اصلاح قانون هم؟ حتی اگر یادتون باشه یک مجلس بود در پارلمان و پارلمان افغانستان از رئیس کمیسیون انتخابات به تالار دعوت کرده بودن، بعضی نماینده ها با عنوان اعتراض بلند شدن و مرا با عنوان از اینکه طرفدار از او تیم هستم حتی شما معرفی کردین. خب به هر صورت ما حافظیم به وقت ضعیف نیست، اما جالبی است که تا زمانی که انوز هم امی اعضای هر دو کمیسیون، کمیسیون برگزاری انتخابات و شکایت انتخاباتی، اینا مشروعیت قانونی خود در مطابقت به قانون قبلی انتخابات دارن. صحیح؟ تا زمانی که فرمان جدید در مورد چگونگی ایجاد کمیسیون انتخابات و قانون انتخابات وارد نشه، ای افراد مسئول هستند، نه تنها از آنچه که در گذشته انجام دادن، بلکه تا آخرین روزی که وظیفه خود پیش میبرن. به دلیل از اینکه کمیسیونی که ایجاد شده، این کمیسیون اولا موقت است، دوم افرادی که توسط امضای رئیس جمهور چی از بخش جدید در مطابقت به قانون، قانون اساسی و قانون انتخابات موظف ساخته شدن، او صلاحیت، او موقف و او تکلیف کمیسیون موقتی هر کمیسیونی که باشه ازشان گرفته نمیتونه. بنابراین ما باید انتظار بکشیم تا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی کدام طرح را میده. ولی آقای عبدالله پیش از این گفته که این افراد دیگر نمیتونن در افغانستان انتخابات برگزار بکنن، کارگزاران فعلی کمیسیون ها. به هر صورتی که کی چی میگه و گپ علیده است، ما به عنوان یک قانونگذار، به عنوان یک کسی که قانون احترام میگذارم، من منشینم و میبینم که در نهایتش شرایط این شما میگین این کمیسیون ها در حال حاضر مشروع است و اگر اینطور باشه نفس ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هم زیر سوال میره. اگر اینا مشروعیت دارن و میتونن به کارشون نفس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به هیچ عنوان زیر سوال نمیره. چرا؟ اول تعهد ملی بوده به مردم افغانستان. ولی چرا ایجاد شده؟ به خاطر ضرورت است. خب شما تفاوت یک مشکلی بوده. یک مشکلی بوده که این ایجاد شده. به خاطر از اینکه انتخابات مشکل زا شد. ما دیدیم که سیستم انتخاباتی خب باید اینها تصمیم بگیرن. در از سال 2004 تا سال 2014 هر باری که انتخابات دایر شد تقلب بیشتر شد، مشکل زیاد شد. بنابراین بر اصلاح ازی باید از مکانیزم شروع تا قانون، چون پارلمان در سال پنجم کاری خود بود، ما روی قانون کار کرده نمیتونیم. بنابراین ضرورت بود یک کمیسیون ویژه ایجاد شود، یک فرمان تقنینی برای برگزاری انتخابات و میتودها و مکانیزم هایی که بتوان اصلاحات بیارن. خانم ساقب، از دید شما در حال حاضر مشروعیت دارن کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی با کاری که انجام دادن؟ خانم بارگزار خیلی کامل و جامع اشاره کردن، من چیزی ندارم که به او اضافه بکنم. اونها مسئولین اجرای انتخابات قبلی در افغانستان بودن و تا زمانی که فرمان تقنینی بعدی صادر نشه مسئول هستند.
اما کمیسیون اصلاحات خاص اصلاحات انتخاباتی که من یکی از اعضای از او هستم موظف است شرایط و معیارهایی را برای کمیشنرها وضع کند تا مطمئن باشیم که مدیران برگزاری انتخابات آینده شایستگی بهتری داشته باشند. صبرینا صاحب عضو کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و شکریه بارکزی عضو مجلس نمایندگان، ممنون از حضور هر دوی شما. در پایان هم خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدار. نخست وزیر پیشین مالزی ایفای نقش در یک فیلم سینمایی را نیز به کارنامه پربارش اضافه کرد. به گزارش ایسنا، اقدام مهاتیر محمد برای ایفای نقش در فیلم به نام کپسول از دید بسیاری ها غیر منتظره بوده است. این فیلم به کارگردانی ماریتاس مهدلی، کارگردان فقید مالزیایی آماده شده و قرار است تا کمتر از 2 ماه دیگر بر روی پرده سینما در سراسر مالزی برود. مهاتیر محمد در 5 صحنه از این فیلم حضور دارد و تهیه کننده این فیلم گفته که حضور مهاتیر محمد در این فیلم با تنش‌های سیاسی کنونی مالزی ارتباطی ندارد. این فیلم حول محور یک کپسول زمان می‌گذرد که مهاتیر محمد آن را سالها پیش زیر خاک و در مکان ناشناس دفن کرده است. این کپسول باعث می شود تا فرد به نام زهری با بازی فیصل حسین در زمان سفر کرده و به سال 1942 بازگردد و به مالایی ها در دفاع در مقابل حمله ژاپنی ها کمک می کند. مهاتیر محمد را در مالزی مرد تحول و توسعه می خوانند و او را به علت نقشش در مدرن سازی سری مالزی و رشد رفاه در این کشور تحسین می کند.